همکارم اردوان روزبه از روبروی دیوان عالی آمریکا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. حکم بسیار تاریخی و مهم هست اردوان، درست در وسط این کارزارهای انتخاباتی آقای ترامپ و بعد از اون مناظره جنجالی که خیلی ها گفتن پیروز اون آقای ترامپ بود، حالا یک پیروزی دیگر در دیوان عالی هم به دست آورده. به نظر میرسه فرداد با چنین حکمی که امروز ساعتی پیش در اینجا یعنی در دیوان عالی دادگستری ایالات متحده آمریکا صادر شده، با گام دیگری دونالد ترامپ به ریاست جمهوری داره نزدیکتر میشه. حکمی که امروز صبح صادر شده اگرچه حکم بدی و خیلی متفاوتی است، اما پیش از این هم در مورد آقای ترامپ همین دیوان در ارتباط با نقض حکم دادگاه کلرادو هم حکم رو صادر کرده بود. در دادگاه کلرادو، این دادگاه به خاطر 6 ژانویه ترامپ رو محروم از شرکت در انتخابات کرده بود که این حکم توسط این دیوان نقض شد، اما امروز صبح با نظر 6 قاضی در به نوعی میشه گفت کانسرواتیو، موافق 6 قاضی و 3 قاضی مخالف این پرونده، عملا با توجه به نظر در واقع مسئله قانون اساسی در ایالات متحده آمریکا بر این برآورد رسیدن قضات این دیوان که به نوعی رؤسای جمهور چه بعد از بودن در یعنی خروج از کاخ سفید و چه قبل از اون دارای مسئولیت هستن و شامل دونالد ترامپ خواهد شد. اونها به طور عمومی در مورد 4 نکته اظهار نظر کردن، ارتباطش با در واقع مجموعه دادگستری که این رو کاملا جزی از اختیارات و قانونی دونستن و مسئول دونستن از هر اقدامی که کرده، دستورش در با فشار بر روی مایک پنس برای اعمال نظر در مورد آرای الکترال که در اون مورد گفتن ماهیتاً مسئولیت داره رئیس جمهور، اما بررسی اونو به دست قضات رده های پایین تر یعنی فدرال، ایالتی و منطقه‌ای سپردن و همچنین تشویق به شورش و خشونت رو در کنگره اظهار نظر نکردن، اما اون رو هم به قضات پایین تر واگذار کردن و در نهایت فشار به ایالت ها برای تغییر در آرای الکترال که اون هم باز هم بدون اظهار نظر واگذار شده. در واقع به طور کلی دیوان عالی امروز با ذکر اینکه یک رئیس جمهور مسئولیت داره، این فرصت رو بیش از هر چیزی برای ترامپ ایجاد کرده که پروندهش در ارتباط با این مسئله که پرونده کیفری محسوب می‌شده عملا تا بعد از انتخابات عقب بیفته و این شانس بزرگیه برای ترامپ. ساعتی بعد از این اتفاق دموکرات‌ها اعلام کردن که مسئله انتخاب حالا حساس‌تر هستش و اونها جدی‌تر باید به مسئله انتخابات توجه نشون بدن و مردم باید بدونن که چقدر مهمه که باید آرای خودشون چجوری بدن. اما بد نیست بدونیم که بعضی از کسانی که در کمیته تحقیق روز 6 ژانویه از مجلس نمایندگان هم حاضر بودن، از جمله بعضی از نمایندگان جمهوری خواه هم نسبت به قضیه اعتراض داشتن و کینزینگر کسی که عضو این کمیته بوده در توییتی بعد از اینکه حکم صادر شده اعلام کرده این مثل این مونه که شما حالا از اصطلاح گاردریل استفاده کرده، گفته شما گاردریل دموکراسی رو برداشتید با این کارتون و این کار رو یک کار ناخوشایند اعلام کرده و گفته که در واقع دموکراسی با این حرکت تحت تاثیر قرار گرفته و این اصل اساسی در آمریکا مورد هدف قرار گرفته. ولی به هر حال آنچه که مسلمه با شرایط موجود دونالد ترامپ بدون هیچ مانعی میتونه بره جلوتر، حتی با توجه به اینکه در پرونده مثل پرونده استورمی دانیلز هم با 34 مورد خطاب قرار گرفته و گناهکار شناخته شده، در عمل این حکم به نظر میرسه که نمیتونه جلوی رفتن اون رو بتونه جلوی رفتنش رو برای انتخابات ریاست جمهوری بگیره. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از روبروی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پایتخت این کشور واشنگتن دی سی.